آتنا الهه جنگ. آتنا پیش از هر چیز الهه جنگ بود. او از هیچ چیز به اندازه زورآزمایی لذت می برد. او در جنگ با دیوها، پالاس، سرکرده دیوها را کشت و با عرابه تندروی خود یکی دیگر از دیوها را دنبال کرد تا او را در جزیره سیسیل به چنگ آورد و زیر عرابه له کرد. همچنین آتنا در جنگ های معروف تروا که هومر در کتاب ایلیاد شهر آنها را آورده، نقش های بزرگی را بازی کرد. او نه تنها یونانی ها را به پیکار تشویق می کرد که اگر لازم بود خود نیز در پیکارها شرکت می کرد، تا جایی که یک بار کلاه خودی زرین بر سر گذاشت و زرهی از پوست پالاس، دیوی که پیشتر او را کشته بود، را بر تن کرد و بر عرابه دیومد سوار شد و به سوی میدان رزم تاخت. مریخ خداوند جنگ خواست جلوی او را بگیرد، ولی آتنا او را زیر چرخهای عرابه گرفت و به راه خود ادامه داد. گفته می شود تا سالهای سال دختران یونانی لیبی در روز جشن آتنا به یاد این پیکارجویی الهه در تروا به دو دسته می شدند و با سنگ و نیزه با هم جنگ می کردند. حضور آتنا کنار جنگجویان و کمک او به قهرمانان به عنوان الهه جنگ بیشتر مترادف قدرت نظامی است، زیرا آنطور که هومر در ایلیاد بازگو می کند، جنگ به طور ویژه به آرس یا آرس سپرده شده بود. می توان گفت برتری اخلاقی و نظامی آتنا نسبت به آرس از اینجا ناشی می شود که آتنا نماینده جنبه فکری و متمدن جنگ و فضیلت‌های عدالت و مهارت است، در حالی که آرس نشان دهنده خونخواهی صرف است. در ایلیاد آتنا شکلی الهی، آرمان قهرمانانه و رزمی است، ولی در اودیسه او به شکل قیم و سرپرست الهی اودیسه ظاهر می شود. آتنا جنگجوست، اما هرگز به عنوان مظهر قدرت غیر معقول به شما نمی رود، زیرا او در عین حال الهه ذکاوت و هوش است و به همین جهت در اغلب ظروف یونان عهد کهن او را به صورت حامی قهرمانان مجسم نموده اند و نیروی آسمانی او را در حفظ آنچه که وابستگی به منطق و عقل دارد نمودار ساختند.